با درود و سلام و خوش آمدگویی دوباره شما دانش آموزان عزیز و نازنین را خوش آمدید به درس امروز. ما درس روز قبل چی چیزهایی بود خوانده بودیم؟ بله، تعریف بیولوژی، کاربردهای بیولوژی در زندگی روزمره و همچنان کشف حجره. کاشف حجره کی بود؟ رابرت هوک. آها، نظریات حجروی کی ها بودن اینا؟ کسایی که نظریه را کرده بودن؟ بله، ماتیاس شلایدن، رودل فرچیو و تیودور شون، اینا دانشمندان جرمنی یا کشور سیبای آلمان بودن. خب شاگردان عزیز، صفحه 3 کتابتان رو باز بکنین، ما روی چی موضوعات امروز بحث می داشته باشیم. خب طبعا چیزا که در تصویر می بینین، ما امروز روی مایکروسکوپ کار می کنیم. شما شاگردان عزیز که قبلا پیشیم درس خواندین، حتما روی این دو موضوع رو دیدین و کاربردهایش هم تا اندازه ای می فهمین. خب شاگردان عزیز، صفحه 3 را دقیق بخوانید، بعد از میایم روی تشریح درس امروز ما که خیلی ساده هست. مایکروسکوپ و انواع آن. اول میایم سر تعریف مایکروسکوپ، بعد از میریم روی تشریح درس خدمت ما. مایکروسکوپ وسیله یا آله ای است که از اجسام کوچکی که به چشم انسان ها قابل دید نباشه بر آنها را بزرگ نمایی میکنن و بر انسان ها قابل دید میسازن. پس مایکروسکوپ خودش چی است؟ مایکروسکوپ ترکیب از دو کلمه هست. در مجموع مایکرو به معنی کوچک و اسکوپین به معنی دید. مایکروسکوپ یعنی اجسامی که کوچک باشه بزرگ میسازه و قابل دید میسازه. مایکروسکوپ ها میتونن اشیاها و مواد مختلف را قابل دید بسازن، مثلا باکتریاها، بعضی از موجودات زندگی دیگه هم مثلا آمیب. اینا بر چشم انسان قابل دید نیستن، ولی با استفاده از مایکروسکوپ های الکترون مایکروسکوپ و با استفاده از مایکروسکوپ قابل دید میسازن. بعضی میکروب ها، ویروس ها، اینا تمامشون بر چشم انسان قابل دید نیستن، اما زمان که از وسایل مایکروسکوپی استفاده میکنن اونا قابل دید میشن. خب مایکروسکوپ انواعش چند نوع است؟ در مجموع در کتابتون روی انواعش هم بحث کرده. سه نوع مایکروسکوپ ما داریم، ساده یا سرابین، دوم مایکروسکوپ مرکب یا مایکروسکوپ دو عدسیه است، و سومی هم مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ یا قوی ترین مایکروسکوپ که بزرگنمایی فوق العاده زیاد داره. خب در اینجا ما تعداد بزرگنمایی هایش گفتیم، مثلا زهرابین. زهرابین اینی وسیله است، درست است؟ ما توسطی بزرگنمایی رو میکنیم. یه بزرگنماییش متوسط است، یعنی ساده هست. شما میتونین از 10 تا 100 مرتبه جسم بزرگتر بشه نشان بده برتان. دوم مایکروسکوپ مرکب است. مایکروسکوپ مرکب 100 اکس، یعنی اکولارشش 100 برابر بزرگ میسازه و 10 اکس هم اکولار چشمش است. مثلا مایکروسکوپ را که من دارم پیش خود ببینید، مایکروسکوپ چشم یا عدسیه چشمش چند است؟ 10 اکس، یعنی 10 برابر در چشم و 100 برابر در عدسیه شی. این به این معناست که تا چه قدر، یعنی اگر شما 10 از 100 بکنید تا 1000 مرتبه را بزرگ نمایی داره. آفرین شاگردان عزیز، تا 1000 مرتبه را چی میکنه؟ یک شی یا یک جسم بزرگ ساخته میتونه که بستگی به کاربرد خودتون داره که شما چقدر میخواین این رو بزرگ بسازین یا چه چیزهایی را میخواین با او کار بگیرین. پس مایکروسکوپ چی است؟ این یک مایکروسکوپ ساده هست که عموما در لابراتوارهای مکاتب موجود می باشه و به عنوان مایکروسکوپ به عنوان بعضی تشخیص بعضی میکروب ها و اینا استفاده میشن. سوم مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ است که بزرگنمایی 250,000 مرتبه یک جسم دارن. که مایکروسکوپ ها عموما در لابراتوارهای بیولوژیکی یا در مرکزهای تحقیقاتی وجود داره، در مکاتب و اینا وجود نداره، چون اونا قوه بزرگنمایی فوق العاده زیاد داره و بزرگنمایی بسیار زیاد داره، کاربردشان هم در مراکز تحقیقاتی هستن. مثلا شما اگر گاهی در یک شفاخانه لابراتوار دیده باشین مایکروسکوپش، از این مایکروسکوپ در اوج هست اما کسی قدر کار نمیگیره، ولی از الکترون مایکروسکوپ بیشتر کار میگیرن بر تشخیص گروپ های خون، هم بر تشخیص میکروب ها و غیره چیزها. خب شاگردان عزیز، من مایکروسکوپ ساده رو براتون خیلی ساده معرفی میکنم و از شما میخواییم که در کتابچه هایتان این را رسم بکنید. عدسیه چشم و عدسیه شی، بازوی قوه، این بازوی دست که محکم میگیریم، چرهایی که بخاطر بلند کردن، این بخاطر دور و نزدیک ساختن جسم و این هم بخاطر بلند کردن و پایین آوردن خود در مجموع
بازوی قوه و کور سلایت سلایت. ما شیشه سلایت اگر مثلا داشته باشیم و کور سلایت نداشته باشیم، کور سلایت خیلی خوردتر است به این اندازه، شما دیدین دیگه. اگر نداشته باشیم میتونیم از خود زمین شیشه سلایت هم به خاطر کارهایی که نیاز داریم به اون استفاده بکنیم. و یکی هست منبع نور یا شعاعش است. اگر ما رو مستقیم شو یا طرف آفتاب قرار میدیم، در این صورت ما خیلی راحت میتونیم چیکنیم؟ در به طرف بالا لایت یا نور روان بکنیم. و یه هم بازوهایی هستن که به زمین محکم میگیرن. خب شاگردان عزیز، شما یک میکروسکوپ ساده را در خانه تان چی میکنین؟ ترسیم یا رسم میکنین. و میایم دوباره روی موضوعات اساسی درس ما. میکروسکوپ چی هست؟ میکروسکوپ وسیله یا آله ای است که اجسام کوچک را که برای چشم قابل دید نمی باشند بزرگ ساخته و قابل دید می سازد. دوم، میکروسکوپ از دو کلمه ترکیب شده، میکرو کوچک، اسکوپ دیده، یعنی اجسام کوچکی که قابل دید نیست اونا را قابل دید می سازند. میکروسکوپ ها به خاطر دیدن بعضی باکتری ها و اجسام کوچک مورد استفاده قرار می گیرند. خب میکروسکوپ ها به سه نوع است تا فعلا تقسیم بندی را که در کتاب های بیولوژی صورت گرفته، همین سه نوع است: ساده، مرکب، دو الکترون میکروسکوپ. میکروسکوپ ساده یا ذره‌بین ساده هست که اینا میتونن بزرگ نمایش از 10 الی 100 مرتبه را هر قدر که شما نیاز داشته باشین بزرگ بسازه. و دوم میکروسکوپ مرکب که عدسه 6 تا 100 x اکولر داره یا بزرگ نمایی داره و همچنان عدسه چشم تا 10 x اکولر یا بزرگ نمایی دارن. و سوم الکترون میکروسکوپ ها هستن یا میکروسکوپ های الکترونی هستن یا توسط قوه های برقی کار میکنن که بزرگ نمایشان تا 250,000 اکس میباشن. خب شما شاگردان عزیز در خانه هایتون یک میکروسکوپ رسم میکنین، بر علاوه اونا طرز ساخت میکروسکوپ خوب دقیق ببینین که میکروسکوپ از چه چیزها ساخته شده، چی کاربرد داره در زندگی انسان ها. میایم روی وظیفه خانگی شما دانش‌آموزانی عزیز و نازنین. اولین کارتانی است که شما یک میکروسکوپ خیلی مقبول در کتابچه هایتون با رنگ آمیزی بسیار مقبول رسم میکنین و با درج تاریخش برتون برمی باشه. انشالله که زمان داخل صنف برگردین ما کارخانگیتون دوباره خودم اصلاح میکنم. و فعلا هم با کمک والدینتون میتونین شما کارخانگی بسیار دقیق و درست انجام بدین. دانش‌آموزان عزیز، بر علاوه که شما یک میکروسکوپ رسم میکنین، دو سوال مرم حل میکنین. دو سوال خیلی کوتاه. اول، میکروسکوپ را تعریف و با اجزای آن نام بگیرید. دوم، انواع میکروسکوپ را نام گرفته در مورد الکترون میکروسکوپ با ما معلومات پیدا میکنین که الکترون میکروسکوپ چی هست. خب دو تای ساده شخص شما دیدین و ما شما میخوایم که الکترون میکروسکوپ را که شما در ایجن ندیدین یا من نداشتم، شما از طریق انترنت یا از طریق صفحات اجتماعی که در اختیار دارین با ما معلومات را دریافت بکنین که الکترون میکروسکوپ چی هست، چقدر کاربرد داره، فعلا در مراکز کدام مراکز زیادتر از اون مورد استفاده قرار میگیرن. خب شاگردان عزیز، موفق و کامگار باشید. کنار والدینتان، اوقاتتان خوش. خدا یار و مددگارتان.